ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از قرارداد گاز با چین به عنوان یکی از بزرگترین قراردادها در تاریخ صنایع گاز یاد کرده است. او پیش از ترک شانگهای در اشاره به طولانی بودن مدت زمان مذاکراتی که برای عقد این قرارداد صورت گرفته گفته است دوستان چینی ما معامله کنندگان سختی هستند و با گذشت و توافق هر دو طرف بالاخره موفق به امضای یک قرارداد معقول و قابل قبول شدند. یکی از دیپلمات‌های روسیه نزدیک به ولادیمیر پوتین در واکنش به این رویداد و تحریم‌هایی که آمریکا و اروپا به واسطه بحران اوکراین علیه روسیه اعمال کرده‌اند، در صفحه توییتر خود نوشته است اوباما باید دست از منزوی کردن روسیه بردارد. این کارها دیگر فایده‌ای ندارد. به موجب این توافقنامه شرکت گازپروم روسیه به مدت 30 سال گاز چین را تامین خواهد کرد. ارزش این قرارداد رسما هنوز اعلام نشده است، اما بیش از 400 میلیارد دلار تخمین زده می شود. به مجرد انتشار این خبر بهای سهام گازپروم 2% افزایش یافت. اکنون با این توافقنامه که مذاکرات آن از 10 سال پیش ادامه داشته، روسیه از سال 2018 حدود 38 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در سال به چین صادر خواهد کرد، کشوری که در اوج شکوفایی اقتصادی خود قرار دارد. از دیگر رویدادهای گرد همایی امروز سیکا کنفرانس تعامل و اعتمادسازی میان دولت‌های آسیا در شانگهای، فراخوان رئیس جمهوری چین به ایجاد یک ساختار نوین جهت تقویت همکاری‌های امنیتی کشورهای آسیا بوده و علیه تقویت پیوندهای دفاعی برخی از کشورهای منطقه با آمریکا به عنوان یک یارگیری بی‌مورد نظامی هشدار داده است. این فراخوان نقطه عطفی در تلاش‌های چین برای ایجاد بلوکی از کشورهای در حال توسعه آسیایی برای خنثا کردن نفوذ تاریخی ایالات متحده و سایر کشورهای غربی در امور جهانی به شمار می‌رود. ما باید خط مشی در پیش بگیریم که در آن جایی برای تحمل تروریسم، جدایی طلبی و افرادگرایی به هیچ وجه وجود نداشته باشد. سران نزدیک به 40 کشور از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در این کنفرانس حضور دارند. آقای روحانی در بخشی از سخنرانی امروز خود در کنفرانس در زمینه برنامه هسته‌ای ایران تاکید کرد که سلاح هسته‌ای در دکترین دفاعی و مبانی دینی ایران جایی ندارد. روی کرده برد و به دور از زیاده خواهی و تهدید می توان مذاکرات جاری در مورد برنامه هسته‌ای ایران را به توافق نهایی رساند، به نحوی که حقوق هسته‌ای ایران تضمین شود و نگرانی های مشروع طرف های مذاکره نیز برطرف گردد. سیکا یا کنفرانس تعامل و اعتمادسازی میان دولت‌های آسیا از سال 1992 تأسیس شده است. 26 عضو دارد. کره جنوبی، تایلند و ترکیه از جمله اعضای آن هستند. پروانه هدایت، صدای آمریکا.